خیزران اولین زنی که در اسلام حکومت کرد. در این پادکست قراره به سراغ یکی از زنهای تأثیرگذار تاریخ اسلام یعنی خیزران برم، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خیزران بنت عطا در گذشته سال 789 میلادی همسر مهدی خلیفه عباسی و مادر دو خلیفه هادی و هارون الرشید بود. وی از سال 775 تا اوائل 790 میلادی در دوران سلطنت همسر و پسرانش حکمرانی می کرد و به دلیل تأثیر بسیار زیاد بی‌نظیر در امور دولتی به عنوان ملکه حاکم خلافت عباسیان و اولین زنی که در اسلام موفق به حکومت شد یاد میشه. اگرچه خیزران به طور رسمی حاکم نبود، اما اولین زنی در تاریخ اسلام محسوب میشه که در عمل حکمرانی میکرد و به نام وی سکه های طلا و نقره ضرب شد. وی به نام همسر و پسرانش یعنی مهدی و هادی و هارون به یکی از قدرتمندترین زنان زمان خود در جهان تبدیل شد. خیزران در ابتدا کنیز و سپس همسر صیغه‌ای محبوب مهدی عباسی و در نهایت همسر قانونی وی و ملکه عباسیان شد. وی موفق شد مهدی عباسی را راضی به محروم کردن حقوق همسران و فرزندان دیگه خود کنه و پسران متولد شده توسط وی یعنی هادی و هارون الرشید را به عنوان تنها وارثان به ترتیب معین کنه. این شاهکار نه تنها به این دلیل که خیزران تونست خود را از بردهداری به سلطنت برسونه و آینده پسرانش را هم تأمین کنه تأثیرگذار بود، بلکه این امر را در دورانی انجام داد که تحرک اجتماعی و سیاسی برای زنان بسیار محدود یا در اغلب موارد غیر ممکن بود. خیزران در زمان سلطنت مهدی در کنار وی بسیار به مشکلات مردم اهمیت می‌داد و غالباً در دیوان عام هر دو با هم حاضر می‌شدند و خلیفه پیش از صدور هر دستوری نظر خیزران رو جویا می‌شد. اگه تا اینجای پادکست رو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیزران در منطقه جوراش در عربستان متولد شد. وی توسط یک بادیه نشین از خانه خود ربوده شد و سپس وی را در سفری به مهدی خلیفه عباسی در نزدیکی مکه فروخت. بسیاری از مورخین بر اساس همین داستان نظر دادند که خیزران قطعاً تا قبل از اینکه کنیز خلیفه عباسی بشه مسلمان نبود، چرا که از نظر فقه اسلامی یک مسلمان نمیتونه مسلمان دیگری رو به بردگی یا کنیزی بگیره. به نقل تاریخ خیزران بسیار زیبا، باهوش و با استعداد بود. در اون زمان زنان برده حرمسرا به دلیل آموزش خود در موسیقی، رقص، آواز، طالع بینی و ریاضیات به منظور حفظ علاقه ارباب خود مشهور بودند. خیزران درس‌های منظمی را هم در فقه توسط دانشمندان آموخته بود و سرانجام صیغه مورد علاقه مهدی شد. خیزران در طول دوره کنیزی خود مجبور بود با رقبای زن در حرمسرای خلیفه رقابت کنه. زیبایی، خوشبیانی و خصوصاً هوش سرشار خیزران باعث شد تا وی خیلی زود به همسری محبوب برای مهدی عباسی و سپس ملکه وی تبدیل بشه. به گواهی تاریخ خیزران زنی به شدت استثنایی و فوق‌العاده بود. وی با اراده‌ای قوی، عزمی راسخ، شجاعت، حیله‌گری و خرد خود از وضعیت کنیز به ملکه مادر رسید. وی قدرت مهیب و تأثیرگذار پشت تاج و تخت سه خلیفه بزرگ عباسی بود و تأثیر عمده‌ای بر روی کار آمدن هر سه اونها و سیاست‌های خلافت و امور خصوصی دربار داشت. تنها عاملی که وی را محدود می‌کرد این واقعیت بود که اون باید اراده و قدرت خود رو
از طریق مردان در خلافت اسلامی اعمال می کرد و نمی تونست تاج و تخت رو برای خود بگیره. خیزران راهی رو باز کرد که بعدن حاکمانی از جمله شجرالدر مصری و رازیه سلطان در دهلی اون رو به شکل کامل اجرا کردند و موفق شدند به زنانی تبدیل بشن که در جامعه اسلامی اعمال نفوذ کنند. به گواه مورخین در اواخر سلطنت مهدی در واقع این خیزران بود که کلیه امور قلمرو حکومتی عباسیان رو اداره می کرد، زیرا خلیفه بیشتر وقت خود رو به شکار و تفریح می گذروند. بنابراین ملکه می تونست اداره امور رو به تنهایی بر عهده داشته باشه. پس از درگذشت مهدی، وی در دوران سلطنت دو پسر خودش همچنان از اقتدار و نفوذ سابق برخوردار بود. در زمان مرگ نابهنگام مهدی عباسی، خیزران در بغداد قبلاً امور دولت را در دست گرفته بود و با پنهان کردن مرگ خلیفه و پرداخت حقوق افسران ارتش، بیعت سربازان را برای پسرش هادی به عنوان خلیفه بعدی تأمین کرد. اما هادی از مشارکت کنترل کننده فعال و جدایی ناپذیر مادر در امور امر و نهی که بدون مشورت با وی انجام میداد بسیار ناراضی شد و از سهیم شدن اقتدار بیچون و چرای خلافت با مادر خود مخالفت کرد. خیزران از این اتفاق خشمگین شد و با پسرش درگیر شد. خیزران موفق شد بسیاری از افراد دربار از جمله مقامات و افسران ارشد رو به خود جذب کنه و قدرت هادی رو روز به روز کمتر کنه و به نقل برخی منابع در نهایت وی رو با مسمومیت به قتل رسوند و سرانجام دومین پسرش هارون الرشید رو به قدرت رسوند. این اقتدار و قاطعیت خیزران که حتی در راه قدرت به فرزند خودش هم رحم نکرد باعث شد تا هارون الرشید برخلاف برادرش هیچ مخالفتی با مادر نداشته باشه و رسماً تمام قدرت رو به وی سپرد و همواره به توصیه های خیزران عمل می کرد. خیزران در زمان لحظه مرگ پسرش هادی برای مانع شدن از اختلافات جانشینی سریعا اقدام کرده و همان شب هارون رو به جانشینی انتخاب کرد و به همه وزرا و سرداران پایتخت و کلیه حاکمان ایالت حکمی رو صادر کرد که باید با هارون و رشید بیعت کرده و از وی اطاعت کنند. با بر تخت نشستن هارون، خیزران دوباره مشارکت فعال خود رو بدون هیچ مانعی در اداره خلافت عباسیان آغاز کرد. در زمان خلافت هارون الرشید برای اولین بار در کنار نام خلیفه نام مادرش خیزران هم در خطبه ها برده می شد و این برای اولین بار در تاریخ اسلام بود که نام یک زن در خطبه های نمازهای جمعه و منابر بیان می شد. خیزران همچنین نقشی مهم و مؤثر در روی کار اومدن خاندان ایرانی برمکیان داشت. خیزران در تمامی امور فرمانها را صادر می کرد و یحیای برمکی گوش به فرمان وی بود و با تعیین وی مسائل را حل و فصل می کرد. خیزران سرانجام در اواخر سال 789 میلادی از دنیا رفت و هارون الرشید ابتدا تابوت مادر رو با پای برهنه حمل کرد و سپس بر جنازه وی نماز میت خوند. جنازه خیزران در بغداد مقر خلافت عباسیان به خاک سپرده شد و بدین ترتیب زندگی یکی از قدرتمندترین زنان در طول تاریخ اسلام به پایان رسید. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.